باز کردن یک سند. برای باز کردن یک سند، اگر به خود سند مثل تصویر یک و تصویر دو که در دسکتاپ ملاحظه می کنید دسترسی داشته باشیم، با دو بار کلیک چپ کردن روی سند میتونیم وارد سند بشیم، که البته من این رو به شما توصیه نمی کنم. روی نرم افزار ورد 2016 من دو بار کلیک چپ می کنم تا وارد محیط نرم افزار بشیم. در قسمت ریسنت تصویر یک و تصویر دو رو داریم. حالا فرض کنین سندهایی که ایجاد کردیم جزو ریسنت های ما نیست. من اینجا روی Open Other Documents، Open یعنی باز کردن، Other یعنی سایر، Documents یعنی سندها، روی Open Other Documents کلیک چپ میکنم و اینجا از مسیر براز که من میدونم تصویر یک و تصویر دو در دسکتاپ قرار دارن روی دسکتاپ کلیک چپ میکنم، و یا حتی اگر با استفاده از نوار پیمایش من میام درایو ای اف جی جایی که سندها رو در اون پوشه مربوطه ذخیره کردیم میریم تا به سندها برسیم. اینجا تصویر یک و تصویر دو رو اگر بخوام دوتایی رو با هم بگیرم میتونم روی تصویر یک کلیک چپ کنم و کلید کنترل از صفحه کلید رو نگه دارم و روی تصویر دو هم کلیک چپ کنم تا هر دو انتخاب بشن. یه راه دیگه اینی که من بیام با استفاده از درگ کردن درگ رو نگه دارم و این دوتایی رو اینجا انتخاب کنم. درگ کردن یعنی کلیک چپ موز رو من نگه میدارم. الان شما تصور کنید من در این نقطه کلیک چپ موز رو نگه داشتم و همزمانی که کلیک چپ رو نگه داشتم دارم به سمت این نقطه حرکت میکنم تا سند رو انتخاب کنم. روی دکمه اوپن کلیک چپ میکنم. الان برای من هم تصویر یک باز شد و هم تصویر دو. چطور من میتونم بین تصویر یک و تصویر دو اصطلاحاً سویچ بشم یا تصویر یک و تصویر دو رو جابجا کنم؟ روی سربرگ ویو کلیک چپ میکنم. گروه ویندوز، سویچ ویندوز رو داریم که من روی ویندوز اینجا کلیک چپ میکنم. الان تصویر یکه، ببین تصویر یک قرمزه، اگر رو تصویر دو کلیک چپ کنم تصویر زرد رو داریم. یه راه دیگه که من نخوام از سربرگ ویو استفاده کنم اینه که از کلید ترکیبی کنترل F6 استفاده کنم. ببینین من کلید کنترل از صفحه کلید رو پایین نگه میدارم و با انگشت دیگه هم کلید تابی F6 رو میفشارم. الان تصویر یک اومد. حالا اگر دوباره کلید کنترل رو پایین نگه دارم و کلید F6 رو بزنم تصویر دو برای من ظاهر میشه. کلید کنترل پایینه، کلید F6. اگر من کلید کنترل رو پایین نگه دارم و هی کلید F6 رو بفشارم ببینید تصویر یک و تصویر دو دارم برای من اینجا جابجا میشن.